گونه ای که نه در آبهای شمال کشور که این بار در جنوبی ترین استان کشور پرورش یافتند. دو استخر شهرستان حاجی آباد هم میزبان این ماهیانه. با همکاری اداره کل بازسازی ذخایر شیلات ایران اقدام به انتقال 500 قطعه بچه ماهی خاویاری از استان گلستان به این منطقه اقدام نمود و در یک استخر که در واقع به عنوان ذخیره آب کشاورزی استفاده میشه در منطقه دشت گلروی حاجی آباد ذخیره نموده. ماهیانی که وقتی به حاجی آباد انتقال داده شدند حدود 30 گرم بودند و با تلاش و تخصص دو جوان هرمزگانی به وزن مناسبی رسیدند. وزن این ماهی که همچنین میبینید حدودا 3 کیلوگرم میباشد، اندازه تقریبا حدود 45 سانتیمتر میباشد. حدود 8 ماه هست که این ماهی رو ما اینجا داریم پرورش میدیم. حالا فیل ماهیان به اندازه رسیدن که بشه کم کم از گوشت اونها استفاده کرد. این ماهی ها برای تولید گوشت 2 سال به وزن 20 کیلوگرم و برای خاویات 6 تا 7 سال به وزن 300 کیلوگرم میرسن. ماهیانی که وقتی به وزن مورد نظر رسیدن هر کیلو گوشتش بین 65 تا 90 هزار تومان و خاویار اونها هم بین 7 تا 10 میلیون تومان عرضه میشه. چون این کار ترویجی هست برای توسعه آبزی پروری در استان هرمزگان، در حال حاضر به منظور تولید گوشت ماهیان خاویاری این کار انجام میشه و در نهایت برای سالهای آتی انشالله تولید خاویار. حالا برای توسعه بیشتر این طرح مسئولان شیلات استان به متقاضیان تسهیلات هم میدن. ما میتونیم در بحث تامین بچه ماهی مورد نیاز با توجه به اینکه باید از مسافت‌های دور هم بشه و آورده بشه میتونیم کمک بدیم. پرورش یک گونه خاویاری دیگه به نام سیبری در کنار فیل ماهیان هم امسال در هرمزگان اجرا میشه. توسعه این استخرهای پرورش ماهیان خاویاری در مناطق شرقی هرمزگان در کنار مناطق شمالی تا چند سال آینده در دستور کاره. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان.